انسان شماره 135 490 648 زندان، قدرت و ادبیات زندان. به مناسبت 19 اردیبهشت سالروز شهادت فرزاد کمانگر، نوشته ریبوار معروف زاده. منشور جهانی حقوق بشر بر این مبنا استوار شده است که همه انسان‌های آزاد به دنیا می آیند، ولی درست‌تر است که بگوییم همه انسان‌ها کودک به دنیا می آیند. بدین ترتیب فرزاد در نامه‌های خود ملتی در زندان است که در جستجوی کودکی و خنده و آزادی است. اخبار روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 برابر با 7 می 2012. بخشی از سروده شعر شلاق شکنجه فرزاد کمانگر. بیهوش می شدم و ساعتی بعد در سلولم دوباره به دنیا می آمدم. شعری مرا به خود می خواند. تولد نوزادی را دیدم. برای همین می دانم جیغ کشیدن و دست و پا زدن اولین نشانه های زندگی و زادن است. انسان و زندان، آزادی و زندان، هنر و زندان پیوند نزدیک و مبهمی با یکدیگر دارند که نوع این ارتباط، نزدیکی و ابهام به ماهیت زندان برمی‌گردد. زندان عبارت از دیوارهای بلندی که بدان جهت این چنین بلند ساخته شدند تا قامت انسان را به سخره بگیرند. زندان گسست بلجبار مابین انسان و جامعه است. زندان داستان اتاقهای تاریکی است که بدان جهت تاریک ساخته شدند تا دوری انسان از فضای عمومی و دوری از آفتاب و روشنایی را به قرابتی روزانه و رعب آور با سکوت و مرگ خودش بدل نماید. برای حس کردن مرگ لازم نیست حتما جان بدهیم، بلکه از دست دادن شانس زندگی می تواند هراسی بزرگتر از خود مرگ ایجاد کند. تاریخ تقابل جامعه و قدرت نشان داده که در نهایت جامعه در مقابل قدرت امپراتوری و دولت و ارتش و سلاح‌ها پیروز گردیده است. در واقع همواره پیوند انسان و جامعه از پیوند جامعه و قدرت از ثبات بیشتری برخوردار است. این در حالی است که زندان جامعه‌ای مصنوعی و ساخته خود انسان است که در آن پیوندی نامتوازن و ترسناک میان انسان و قدرت پدید می آید. اگر خاطرات زندگی یک فرد عادی جامعه را بخوانیم، در لابلای نوشته هایش فاصله میان کودکی و پیری، شب و روز، خنده و گریه، مرگ و زندگی به شیوهی عادی جلوگر می شود، لیکن در صحنه نمایش سرگذشت زندانیان در هنر و ادبیات زندان، فواصل میان خنده، تنفس، گرسنگی، فریاد و مرگ همگی دچار بحران می شوند. زندان حتی مفهوم فاصله را نیز دچار بحران می کند. در نهایت زندان‌ها بدین جهت ساخته شدند که فاصله میان مرگ و زندگی انسان
یعنی آزادی انسان را از بین برده و انسانهای مرده بیافرینند. شاید کسانی بر این باور باشند که زندانها دارای نقش مثبتی نیز هستند و گاهی زندان جای کسانی است که به حقوق و آزادی‌های دیگران تعرض می‌کنند. لیکن تاریخ زندان نشان دهنده این حقیقت است که زندان‌ها آنقدر که نهاد و مکانی برای پایمال نمودن آزادی مردم بودند، نهادی برای تأمین امنیت مردم نبودند. این امر به دلیل آن است که زندان در ماهیت خود آنقدر که ظرفیت و زمینه پایمال نمودن آزادی انسان را دارد، توان تأمین امنیت انسان را ندارد. تاریکی، سکوت، دیوار، زنجیر، شکنجه و تنهایی از مشخصه های اصلی زندان می باشند. آنقدر که انسان در تاریکی و شب و تنهایی مورد تعرض قرار می گیرد، هرگز در روز، در روشنایی و در مقابل انظار عموم مورد تعرض قرار نمی گیرد. به همین جهت زندان بیش از آن که نیاز انسان و جامعه باشد، نیاز قدرت است. برای آنکه پیوند زندان به عنوان یکی از نهادهای قدرت را با انسان بررسی نماییم، انسان شماره 135 490 648 زندان اوین، یعنی فرزاد کمانگر را برگزیده ایم. این انتخاب بدین جهت است که در کارزار فرزاد و قدرت، قدرت از تمام توان زندان بهره می گیرد، ولی سرانجام این اراده انسان است که پیروز می گردد. قدرت زندان از تاریکی، زنجیر، شکنجه و اعدام پدید می آید، ولی قدرت فرزاد از مقاومت، شجاعت، نودوستی، دیالوگ خنده و در واقع از نامه ها و ادبیات زندان سرچشمه می گیرد. ادبیات زندان مقاومت و دفاع آدمی از انسانیت خود است، به دلیل آنکه هنر مختص انسان است و ادبیات زندان هنر باز تولید انتقاد، دیالوگ، شجاعت، زندگی و آزادی و به طور کلی ادبیات زندان هنر باز تولید انسانیت انسان در برابر قدرت زندان است. اینک از طریق نامه‌های فرزاد تلاش می‌کنیم به درکی وسیع‌تر از زندان دست یابیم. فرزاد در نامه‌ای تحت عنوان آقای اژه‌ای بگذار قلبم بتپد، این چنین به توصیف زندان می‌پردازد: ماه‌هاست که در زندانم، زندانی که قرار بود از اراده‌ام را، عشقم را و انسان بودنم را در هم بشکند، زندانی که باید آرام و رامم می کرد چون بردهی سر به راه. ماهاز در بندی زندانی هستم با دیوارهایی به بلندای تاریخ، دیوارهایی که قرار بود فاصله باشد بین من و مردمم که دوستشان دارم، بین من و کودکان سرزمینم فاصله باشد تا ابدیت. اما من هر روز از دریچه سلولم به دوردست ها رفتم
و خود را در میان آنها و مثل آنها احساس می کردم و آنها نیز دردهای خود را در من زندانی می دیدند و زندان بین ما پیوندی عمیق‌تر از گذشته ایجاد نمود. قرار بود تاریکی زندان معنای آفتاب و نور را از من بگیرد، اما در زندان من روییدن بنفشه را در تاریکی و سکوت به نظاره نشستم. قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فراموشی بسپرد، اما من با لحظه ها در بیرون از زندان زندگی کردم و خود را دوباره به دنیا آوردم برای انتخاب راهی نو. چنانچه به جملات فرزاد و به رابطه اجتماعی و سیاسی که کلمات به کار رفته در متن بالا ایجاد می کنند دقت نماییم، در میابیم که فرزاد با کلمات تاریکی، سکوت، فراموشی، دیوار و فاصله به توصیف و تعریف زندان می پردازد. وی در این متن با سه اصطلاح فراموشی، فاصله ابدی و دیواری به بلندای تاریخ به تشریح زندان می پردازد. وی با پیوند دادن این اصطلاحات و زندان سعی در تبیین نقش اصلی و مخرب زندان دارد. زمانی که فردی دچار حادثه ناخوشایند می شود، خود فرد تلاش می کند آن را فراموش کند. در سطحی بالاتر، در حاکمیتی نادموکراتیک و مستبد نیز بی تردید قدرت به سرکوب مردم نیازمند و متوسل می شود. همزمان قدرت نیاز به پاک نمودن و حذف نمودن این سرکوب ها و وقایع دردناک از حافظه مردم و نسل جوان دارد. به این ترتیب زندان نهادی است برای انجام جنایات و سرکوب های حاکمیت در خفا، بدون آنکه این جنایت به حافظه مردم و نسل‌های آتی انتقال یابد. از سوی دیگر نقاشی، سرودن شعر، نوشتن نامه و کتاب توسط زندانیان، چه در درون زندان و چه پس از آزادی، به عبارت دیگر آفرینش ادبیات زندان، حفاظت از تاریخی واقعی و مقاومت بلند مدت انسان در برابر سیستم فراموشی و زندانهای حاکمیت است. فرزاد در آغاز همچون ده ها فعال مدنی و صدها زندانی سیاسی کرد مبارزی عادی بود. همچنین تبدیل فرزاد به سمبل آزادی خواهی و نودوستی نه حاصل زندانی شدن وی و نه حتی به دلیل اعدام شدن وی بود، بلکه جاودانگی فرزاد در نامه هایی است که در مواجهه با زندان، شکنجه و اعدام به نگارش درآورده است. نامه های فرزاد در زمره آن دسته از ادبیات زندان قرار می گیرد که با احساس و اندیشه انسانی آمیخته شده است. ادبیات زندان فرزاد جستجوی بی پایان برای آزادی انسان است. فرزاد به شیوهی بسیار ظریف